ماموران پلیس هنگام رویارویی با مظاهرتچیان. نخست به مظاهرتچیان گفته می شود پراگنده شوند. چند ثانیه بعد گلوله های رابری شلیک می کنند. اینجا مینیاپولیس است، جایی که مرگ یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت توسط پلیس باعث تظاهرات شد که به سرعت در سراسر آمریکا گسترش یافت. هرچند مظاهرتچیان دستان خود را بلند گرفته و نشان می دهند که مسلح نیستند، اما شلیک پلیس ادامه می یابد. تصاویر خشونتبار را رسانه های جهان پخش کردند، اما این تصویر کامل از اوضاع را ارائه نمی کند. در جاهای دیگر هم مظاهرات و هم برخورد پلیس با مظاهرتچیان صلح‌آمیز بود. هر دو طرف همبستگی و همدردی ابراز کردند. اینجا در نیویورک زمانی که مظاهرتچیان به راهپیمایی آغاز کردند، با ماموران پلیس مجهز با وسایل ضد شورش مواجه شدند. از ماموران پلیس خواستند به رسم همبستگی و حمایت از ریشه‌کن‌سازی تبعیض روی یک زانوی خود بنشینند. پلیس هم چنین کرد. اگر با زانو زدن من یک جا با مردم جامعه صلح و همدیگر پذیری می آید، من هر روز زانو می زنم. یک روز بعد اتفاق مشابه اینجا در پورتلند نیز افتاد که در نهایت پلیس و مظاهرتچیان به نشانه احترام به همدیگر دست دادند. اما در موارد هم آتش افروزی و تاراج بر مظاهرات صلح‌آمیز سایه افکند. در موارد هم با پلیس خشونت شد. در سنت لوئیس 4 مامور پلیس با ضربه گلوله زخمی شدند. باز میگویم آنچه را نمیدانم علت ویرانی و دزدی است، زیرا چپاول چی ربط به این همه دارد؟ گروه اینجا آمدند فقط برای اینکه دزدی کنند، ویرانگری کنند و فقط افسران را زخمی بسازند. همین هدف آنها بود. اما در اوکلند و شهرهای دیگر مردمی که خواهان آرامش بودند بیرون آمدند و جاهایی را که توسط ویرانگران تخریب شده بود پاککاری کردند. تفاوت بزرگ بین مظاهرتچیان، خشونتگران و چپاولگران وجود دارد. آنچنانی که امروز روایت می شود، هر سه این گروه در یک ردیف قرار داده می شوند. در حالی که همه اینجا نمی آیند که غوغا برپا کنند و خشم مردم را به مسیر غلط بکشانند. شمار زیاد مردم برای آوردن تغییر مثبت اینجا آمدند. در واشنگتن، پلیس با خشونت مظاهرتچیان آرام را از پارک نزدیک قصر سفید دور ساخت تا رئیس جمهور دونالد ترامپ بتواند پیاده به کلیسای نزدیک به این محل برود. این برخورد ها پس از آن رخ دادند که ترامپ مظاهرتچیان را با استفاده از نیروی نظامی تهدید کرد. هزاران و هزاران سرباز تا بدندان مسلح، پرسنل نظامی و افسران تطبیق قانون را فرستادم تا مانع خشونت، چپاول، بی‌بندوباری و ویرانگری ملکیت ها شوند. بحث های داغ در ایالات متحده در این مورد جریان دارد که آیا رئیس جمهور صلاحیت چنین کاری را دارد یا خیر؟ پس از اظهارات ترامپ، از برجسته‌ترین نظامی آمریکا خواسته شد تا با مظاهرتچیان پیام بدهد. هر کس حق مظاهره را دارد. قانون اساسی بسیار قابل احترام است. شمار زیاد مقام‌های آمریکایی به شمول والیان از مظاهرتچیان حمایت کرده و گفتند که توجهشان را بیشتر بر ریشه‌های عمیق این مظاهرات متمرکز خواهند کرد. مظاهرتچیان خشم خود را به خاطر موارد متعدد مرگ سیاه‌پوستان به دست ماموران پلیس ابراز کرده و آن را تبعیض سیستماتیک در جامعه خواندند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعهد کرد که در صورت پیروزیش به نابرابری‌های نژادی و بهبود زندگی آمریکایی‌های آفریقایی الاصل توجه خواهد کرد. مظاهرتچیان گفتند که خشونت بالای آرمان و اهداف اصلی این تظاهرات سایه می‌افکند. اینجا در دیترویت یک آوازخوان رپ همه چیز را این گونه بیان می‌کند. واقعا دیوانوار است که میبینم مردم بالای شیوه مظاهره ما نسبت به دلیل مظاهرات ما خشمگین ترند. بدون در نظر داشت پاسخی که مقامات و نیروهای امنیتی دادند، مظاهرات با وجود وضع قیود برگشت و گذار در شهرها و ایالتها ادامه یافتند. اینجا در هوستن مقامات شهر تخمین میکنند که نزدیک به 60,000 نفر در راه پیمایی سهم گرفتند. افسران پلیس به مظاهرتچیان می‌بینند اما مداخله نمی‌کنند. مظاهرتچیان نام شخصی را بلند شعار می‌دهند که مرگش سبب این همه تظاهرات شد.
هزاران نفر از آغاز تظاهرات در اواخر ماه می تا به حال دستگیر شدند، اما به نظر می رسد که نه تظاهرات صلح‌آمیز و نه هم خشونت‌بار به این زودی پایان یابند.